سرود میلیشیا اینگونه متولد شد. من مشغول کار کردن تر منزل بودم که یکی از دوستان خوبم آقای سیدی کاشانی اومدن و گفتن که ما میدونیم که الان رژه عظیمی در راه است از میلیشیای قهرمانی که ما داریم. من حقیقتا نمیدونستم میلیشیا یعنی چی، یعنی همش فکر میکردم که میلیشیا منظور کی هست، کیا هستن. نسل برآمده از انقلاب بودن که بسیار خوب سازماندهی شده بودن و البته بعد از اینکه من در صحنه نگاهشون کردم، در صحنه از اون موقع میدان فوزیه یا میگفتن میدان امام حسین، حالا نمیدونم چی هست اسمش، و تا صفش طولانی بود، خیلی طولانی بود و خب میرفتن رژه میرفتن و مرتب هم این آهنگ اجرا میشد. سرود میلیشیا در اواخر تولیدش بود، یعنی یک مثلا دو سه ساعتی توی استودیو کار میکردیم تموم میشد کارش. در همون روز خمینی یک نواری پخش کرده بود بین پاسدارا که توی اون گفته بود که مجاهدین از کفار بدترن و حس میکردیم که ممکنه پاسدارای رژیم حمله کنن به ستاد انزلی. به همین خاطر هوادارهای سازمان همه اومدن به ستاد انزلی که اون موقع ستاد اصلی مجاهدین تو تهران بود، اومدن و تمام طبقات پر شده بود از میلیشیاها. من رفتم استودیو و سریع اون دو سه ساعت رو کار کردیم با صدا بردار و این سرود رو تمام کردیم. آوردم به انزلی، شعرش رو بزرگ نویسی کردیم، در اتاقهای مختلف نصب کردیم و سرود رو پخش کردیم. میلیشیا صفا کردن با ریتم زیبای این سرود و به خصوص اون سوتی که توش گذاشته بود آقای شمس، پا میکوبیدن روی زمین و رژه میرفتن. حالا انگیزه که گرفتیم برای اینکه سوت، برای چی سوت اصلا انتخاب شد، به خاطر اینکه بیشتر تو کوها و جای مختلف از بعضی موقعا که ساز نیست معمولا از صدای سوت استفاده میکنن به عنوان یک صدایی که از انسان بیرون میاد و اون هماهنگ کننده در روند و با پا که به اصطلاح ریتم می‌زدن و با سوت همراهی می‌کردن، اینو ما الگو قرار دادیم و از اونجا صحبتایی که البته شد و با دوستان دیگه داشتیم بر این باور شدیم که سوت می‌تونه یک تقریبا سازی باشه که میتونه این ساز همراهی کننده باشه برای حرکت مارشی و اینو اجرا کردیم با سوت. و اون موقع یادم هست که زنده یاد آقای ناصری و یکی از استادای خود من بودن که ایشونم لطف کردن تو همون قطعه سایت رام یا درام مارشیشو زدن و این کار یک کار موندگار شد و یکی از کارهایی شد که میخوندن رژه میرفتن و باهاش حرکت امیدوار کننده داشت.
خیز و بنما شکوفان میلیشیا، نزد امید دهقان میلیشیا، پاک و پاک گردد میلیشیا، پاک ایران گلستان میلیشیا، پیکار توده ها جاوید و مستمر تا آخرین نفر، تا آخرین نفر، تا آخرین نفر میلیشیا. راه انقلاب می رود خلق ما، می شود به پا ارتش توده ها، قلب قهرمان با مجاهد شتاب، وقتش به جون وحدت انقلاب، نهضت زنان هم رزم مردان، این پیام ما.